بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حالی با شما سخن میگم، شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، که 12 روز از بازداشت غیر قانونی و غیر شرعی و غیر انسانی آیت الله سید حسین شیرازی میگذرد. موضوع این برنامه هست تحلیل علل بازداشت آیت الله شیرازی و پیامدهای آن. اول در این برنامه از پیامدهای اون شروع می کنم. پیامدهای متعددی داشته و دارد و حتی خواهد داشت برای ماها و حتی سالیان طولانی، چون این یک حرکتی بسیار شنیع و زشت در تاریخ تشیع ثبت شد و ثبت خواهد شد. پیامدهای اون رو میبینید از یک منظر، از یک نگاه، که در سرتاسر جهان اسلام اعتراضات هست. حتی اگر رسانه های حکومت اون رو پوشش ندن، حکومت ایران، و یا اینکه وارونه پوشش بدن، و یا اینکه دروغ پردازی های خودشون رو و خدعه ها و نیرنگ ها را همچنان ادامه بدند، تفاوتی در اصل ماجرا نمی کنه. و خدا رو شکر که برخی از رسانه های جهانی پوشش دادند، گرچه خب منافع رسانه های قدرت ها و حکومت ها اقتضا نمی کنه حرکت های مردمی رو دقیق و صحیح و به ویژه حرکتی که از دل حوزه و از روحانیت سنتی برخواسته، حرکت که نه اعتراض، صدای اعتراض، صدای نقد عالمانه را خب بر نمیتابند حکومت‌های ظالم به هر نوعی اون رو پوشش بدهند. یا حتی حکومت‌ها ممکنه نوعی دموکراسی ظاهری هم داشته باشند، ولی منافع مشترکی با حکومت‌های ظالم دارند، طبیعتاً خب برخوردشون و نوع پوشش این خبر متفاوت خواهد بود. پیامدهای اون این چنین خواهد بود که متاسفانه اعتقاد مردم، اعتقاد شیعیان، مسلمانان، به ویژه جوانان صدمه خواهد خورد و صدمه خورده است الان. چه قضاوتی خواهند کرد وقتی بگویند که روحانیت شیعه به ابتدایی ترین درک و فهم انسانی نرسیدن در دنیای امروز؟ از بیرون اونها این گونه نگاه می کنند، قبل از آنی که به قضاوت بنشینند کدام گروه ظالم است و کدام یک مظلوم، قبل از آنی که متجاوز را بشناسند و قبل از آنی که کسی که تعدی کرده شناسایی بکنند، در نگاه اولیه این است که روحانیت شیعه با یکدیگر اختلاف دارند و نمیتوانند اختلافات خودشون رو با گفتگو حل کنند. یک بخشی لااقل از جامعه اینطور قضاوت خواهند کرد، همچنان که یک بخشی از تاریخ رو ما اینگونه میبینیم که الان قضاوت میکنند، تا برسد گروهی که بخواهند حقیقت رو بفهمند، درک کنند، بروند و تحقیق کنند و با پژوهش خودشون به این نتیجه برسند که چه کسی در واقع تعدی کرد، چه کسی این حرکت زشت رو انجام داد. و دیگر پیامدی از پیامدها و نتیجه از نتایجی که ما میبینیم این دستگیری داشته، که البته ما این رو بسیار به فال نیک میگیریم، که حقایق نهفته در دل این حکومت، حقایقی که به دلایلی گفته نمیشد و رسانه ها پوشش نمیدادند و به ویژه گروه مذهبی مخلص معتقد سنتی که همیشه وظیفه اولیه خودش رو میدید که تعالیم حیات بخش اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین رو به شکل مثبت ارائه کنه، حرکت ایجابی و مثبت داشته باشه و به نواقص و
حرکت‌های منفی و عملکرد منفی حکومت نپردازه، چون می‌دید که در یک زمینه و در یک بستر نابرابر تبلیغات قرار داره و هرچه هم بگوییم ره به جایی نمیبرد و از اون طرف ممکن است خب مخالفان شیعه، اونهایی که مترصدن تا این اوضاع را ببینن، سوء استفاده کنن. ولی الان متاسفانه کار رو به جایی رسوندند که دیگه سکوت کردن روانیست و حتی غیر قابل عمل هست. بعد از اینکه اشاره کردم به پیامدهای اون، برگردم به علل این اختلاف که ریشه در ایدئولوژی و عقیده داره. تفکر و مکتب بیت شیرازی و مرجعیت شیعه مستقل و غیر درباری و مزد بگیر که یک پیشینه تاریخی داره و یک پشتوانه اعتقاد شیعی در بستر تاریخ و در عقاید و کتابها و نوشته‌ها و سخنان بزرگان دین و علماء دین داره، با تفکر بدعتگونه و نوآوری حکومت ایران که یک نوآوری داشته در قرائت از دین و برداشت از سیره اهل بیت، سیره پیامبر، برداشت غلط، برداشت التقاطی و برداشت انحرافی، این دو طرز تفکر با همدیگه تقابل دارن، اون هم نه تقابل کم بلکه یک تقابلی 180 درجه، 100 درصد متفاوتن، مختلفن. ولی بیت رفیع شیرازی و این مکتب اصیل و سنتی همیشه سعی در اصلاح داشته، از طریق گفتگو، از طریق سخنرانی، از طریق چاپ کتاب، تا اونجایی که امکان داشته اصلاح کنه و گوش زدی کنه و تلنگرهای هشدارگونه به ظالم داشته باشه دور از رسانه‌های جمعی. ولی حکومت ایران با این تجاوز وحشیانه و یورش مسلحانه به اتومبیل بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله عظما شیرازی، در واقع این حجاب رو پاره کردند و این خط قرمز رو عبور کردند و بی‌حیایی و دناعت و پستی را به اوج رساندند، دیگه نگذاشتند که این حریم حفظ بشه. لذا یکی از اهدافی که این برنامه داره و بنده در خدمت شما هستم که این اختلاف ایدئولوژی و بنیانی و در واقع تفاوت جهان بینی رو برای شما باز کنم. اسنادی رو روزهای گذشته برای شما ارائه کردم. امروز هم یک سندی دارم که یک نامه ایست بسیار هشدار دهنده که البته در ادامه برنامه برای شما اون رو بیان خواهم کرد. فقط اینجا اشاره کنم که این نامه رو برای شما خواهم خواند، نامه آیت الله پسندیده به برادرش آقای خمینی که ایشون در مسند رهبری هست و آیت الله پسندیده ببینیم برای برادرش چی نامه نوشته. در ادامه برنامه این رو براتون خواهم خوند این نامه رو. فقط عنایت کنید که من قبل از آن که بپردازم به این سند، مطالبی رو گذرا از دو کتاب ارزشمند و ارزنده میخوانم. یکی کتاب جامعه که جامعه شناسی هست، این کتاب اسم کتاب هست جامعه اسلامی، اسلام و جامعه، دقیقاً اسلام و جامعه، نویسندش هست آیت الله عظما سید محمد شیرازی و صفحه 566 این کتاب رو اگر شاید هم شما به نوعی بتونید جلدش رو هم مشاهده کنید، صفحه 566 داره رژیم های دیکتاتوری، ویژگی های رژیم های دیکتاتوری رو اینجا ذکر میکنه. دیکتاتور رو میتونن از نحوه موضع‌گیری های او شناخت. مثلا یک، دیکتاتور با گوشه و کنایه و یا سری و بی پرده خودستایی میکند و نیز اطرافیان خیش را میستاید و در مقابل هرگز زبان به تقدیر و ستایش از کسانی که آنها را غیر خودی میشناسد نمی گشاید. هرچند آن غیر خودی ها قدر و منزلتی بالاتر و شایستگی هایی بیشتر از او و کسانی داشته باشند.
بیشتر از او و کسانش داشته باشند. عبدالکریم قاسم در باره انقلاب خیش ستایشگرانه می گفت از 5000 سال پیش تا کنون نظامی به این خوبی بر عراق حکم فروا نکرده است. ببینید اینکه حاکمان ایران میگن ما بهترین حکومتیم در تاریخ بشریت، این خودستایی جدید نیست. در واقع خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما شیرازی رو، گاهی می گفت و ما میشنیدیم از این بزرگوار، میفرمود دیکتاتورها گویا همه در یک مدرسه درس خوندن، چون عملکردشون، گفتارشون، کلامشون میبینیم همسو هست. فردی مانند عبدالکریم قاسم دیکتاتور پیشین عراق، اسبق عراق، و میبینیم کلام و ادعای حکومت ایران که میگن ما بهترین حکومت هستیم. این یه ویژگی. دومین ویژگی، دو ویژگی دیکتاتور. دیکتاتور اقدامات خود را مخفی نگاه می‌دارد تا زشتی‌هایش برای مردم آشکار نشود، اما بلخلاف خواست او بدیهای اعمالش مقابل دیدگان مردم قرار می‌گیرد. 3. دیکتاتور ضد دشمنانش توطئه می‌چیند و با آنها از در فریب وارد می‌شود تا به آنان اتهامات و نسبت‌هایی ببندد و آنها را در پرتگاه هلاکت قرار دهد، اما غالباً به سرعت توطئه‌اش کشف و زشتکاری‌اش برملا می‌شود. در حدیث شریفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین آمده است که می‌فرماید آن که زشتی‌های پنهان و نکوهشبار مردم را برملا کند، نواقص و زشتی‌های مذمت‌بار خانه و خانواده اش نواقص و زشتی‌های مذمت‌بار خانه و خانواده اش برملا می‌شود. کسی که می‌خواد دیگران را با تهمت و اتهام رسوا کنه، ترور شخصیت کنه، در واقع میخواد انگ به دیگران بزند، به زودی قباهه و زشتی های خودش برملا میشه. 4. دروغگویی، ریا و درویی و نیرنگ از جمله عادات دیکتاتور است و مطابق مثلی که میگوید کافر همه را به کیش خود پندارد، او نیز چون خودش صفات نکوهیده را دارد، گمان میکند که دیگران نیز این چنینند. بنابراین مردم را بدانها متهم میکند، غافل از آن که زبان آدمی آینه دل اوست. حضرت مسیح فرموده اند که هر کسی از داشته‌هایش میبخشد، یعنی هر کس هر چی داره اونو میده. دیکتاتور چون خودش سیاهیه، ظلم و ستم از او صادر میشه. 5. در حکومت‌های دیکتاتوری مردم در کارهای دولت مشارکت ندارند و شخص دیکتاتور و چاپلوس او با خودکامگان کارهای خود را به پیش میبرند. 6. در حکومت‌های دیکتاتوری رسانه‌های آزاد حضور ندارند. من 6 تا از ویژگی‌های دیکتاتور را از این کتاب خوندم. 29 ویژگی مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی در این کتاب بیان میکنه. شما نگاه کنید، اینها اختلافات بیت شیرازی و در واقع اختلافات این مکتبی است که ما توفیق داریم در این مکتب درس خواندیم، تلاش میکنیم، کوشش میکنیم با قرائتی که حکومت ایران داره، با قرائتی که جمهوری اسلامی به اصطلاحی که برای خودش گذاشته داره. اینا تفاوت‌های اساسی و ریشه‌ای هست. رسانه باید آزاد باشه. به چه عنوان رادیو تلویزیون در ایران آزاد نیست؟ این نشانه این است که دیکتاتور یک صدا رو تحمل دارد بشنود و اون صدای خودستایی برای خودش هست و بس. روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون، مطبوعات باید آزاد باشه. هر گروهی میخواد آزاد بنویسه، آزادانه سخن بگوید. این که آزاد نیست معنیش این هست که اولا دیکتاتور فقط خوش هست، خرسند هست، به مداحان و ستایش کنندگان خودش یک صدا رو میخواد بشنوه، و مهمتر از این که دیکتاتور عاری از منطق است و استدلال و برهانی در اندیشه ها و رفتار و کردار او وجود نداره، و الا اگه برهان و منطق و استدلال داشت میگفت همه گروه ها بیان رادیو تلویزیون داشته باشن آزادانه. اجازه اصلا نمیخواد، هر کی میخواد امکانات در اختیارش بگذاریم خودش بره و رادیو تلویزیون بزنه. چون برهان و استدلال نداره دیکتاتور، فقط رسانه‌اش ملی به اصطلاح رسانه ملی یا رسانه دولتی تأسیس میکنه. خب و ویژگی های دیگه ای که انشالله در روزهای آینده براتون میخونم، چون وقت ما بسیار اندک هست. من یه مطلبی هم از کتاب اسلام و سیاست میخونم که تا دناعت و پستی حاکمان ایران را که ببینید چقدر همخوانی با عملکرد یزید و معاویه و بنی عباس و بنی مروان بیشتر دارد تا سیره پیامبر اسلام و امیر مؤمنان و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین.
در کتاب اسلام و سیاست آیت الله ازماس صادق شیرازی مرجع بزرگوار تقلید که اخیراً مورد اتهام و مورد توهین و اهانت و این همه دروغ‌هایی که می‌بینید در رسانه‌ها یه دولتی ایران و حکومتی ایران می‌بینید داره منتشر میشه. در صفحه 154 کتاب اسلام و سیاست ایشون می نویسد مروان ابن حکم از سران منافقان و از کسانی بود که سپاه عایشه و طلحه و زبیر را در جنگ جمل بر ضد امیر مؤمنان علیه السلام تجهیز و تشویق کرد. او به منظور در هم شکستن وحدت مسلمانان آتش جنگ را برافروخته و بصریان را تحریک نموده بود. جنگی که ده‌ها هزار مسلمان نمازگزار روزگیر قربانی آن شدند. اما با این همه امیر مؤمنان پس از اسیر شدن مروان او را مورد عفو قرار داد. مرحوم علامه مجلسی در بهار به نقل از مناقب آورده است مالک اشتر در جنگ جمل مروان ابن حکم را اسیر کرد، حضرت او را مورد سرزنش و عتاب قرار داد و آزادش کرد. فقط عتاب کرد، سرزنش کرد که تو کار بدی کردی، تو کار زشتی کردی، تو جنایت کردی، تمام شد، او را آزاد کرد. وقت ببینید به نام مفسدون فی الارض، به نام محارب با خدا، حکومت غیر معصوم که خود رو اسلامی میداند معصوم، دشمن خودش را، یک جانی خونریز را اینگونه آزاد میکنه، ولی حکومت ایران به مخالفان عقیدتی خودش به صرف یک سخنرانی کردن، به صرف یک موضع گیری کردن، یک کتاب نوشتن، او را میگیره انگهایی میزنه و به نام محارب با خدا او را اعدام میکنه. یا ترورهای خاموش مخفیانه اتوبوس ها رو، میگه نبود اتوبوس های نویسندگان رو خواستن در دره بیاندازن. این جنایت ها پوشیده نخواهد ماند. در جای دیگه از این کتاب، یعنی صفحه بعدی، صفحه 155، عفو عایشه تحت این عنوان مطلبی بیان کردن. عایشه نیز بنا به نص قرآن کریم باقی بود. قرآن می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبقى حتى تفيء الى امر الله. این آیه، آیه نهم سوره مبارکه حجرات هست. معنای این آیه اینه و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخواستن، میان آنها صلح افکنید و چنان که یکی از آن دو گروه بر دیگری تعدی کرد، با آن که تعدی کرده است بجنگید تا به فرمان خدا برگردد. عایشه جنگ جمل رو را انداخت و باقی بود. عایشه با، در ادامه سخن، عایشه با خلیفه شرعی منصوب از جانب خدا و پیامبرش و منتخب مردم جنگید، بنابراین باقی است و کیفر باقی چه مرد و چه زن در اسلام قتل است. خود عایشه نیز همین توقع را از امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته است. لذا وقتی پس از شکست خوردن از آن حضرت چشمش به امیر مؤمنان علیه السلام افتاد، با حالت مهرجویی و التماس گفت چیره گشتی، آقایی کن. عایشه التماس کرد به امیر مؤمنان، یعنی به لطف و فضل خودت ببخش و حکم اولیه اسلام را در حق من اجرا مکن، بلکه از اختیار عفوی که داری استفاده نما. امیر مؤمنان به خاطر مصلحت اسلام که در آن زمان مهمتر از مصلحت کشتن فردی چون عایشه بود، او را عفو کرد و هر چند عایشه شورشی و بلکه سرکرده شورشیان و سبب شعله ور شدن جنگ خانمان سوز بود که بسیاری از مسلمانان را نابود کرد، هرچند عایشه شورشی و بلکه سرکرده شورشیان و سبب شعله ور شدن جنگ خانمان سوز بود که بسیاری از مسلمانان را نابود کرد. در جنگ جمل فقط 25 هزار نفر کشته شدند و اگر جنگ جمل را عایشه راه نینداخته بود، جنگ صفین پس از اون و بعد از اون نهروان رخ نمیداد. در این سه جنگ حدوداً 100 هزار نفر کشته شدند و مسئول او عایشه بود. ولی عایشه را امیر مؤمنان علی علیه السلام چگونه باهاش برخورد کرد؟ ببینید در ادامه سخن، در بهار آمده است امیر مؤمنان علیه السلام عایشه را در بهترین کجاوه نشاند و او را همراه 90 یا 70 زن از بصره به مدینه فرستاد. و تاریخ جمهوری اسلامی را ببینید، جوانانی را در دهه 60 که بسیاری از اینها ساده لوح و فریب خورده بودند و حتی دست به اسلحه نبرده بودند، به اقرار خود حاکمان، من الان نمیخوام باز تاریخ انقلاب اسلامی رو بیام موشکافانه بررسی کنم، دارم تحلیل میکنم ریشه های اختلاف مکتب شیرازی با این فرقه زالهی که دارن حکومت میکنن در ایران، این ریشه یابی رو از نگاه متونی که
مربوط به این مکتب انسان ساز و صحیح و سالم هست برای شما بازگو میکنم، و الا شما ببینید مصاحبه وزیر اطلاعات اسبق ایران رو بردارید ببینید، ده هست در رسانه ها و در پایگاه های اجتماعی. ایشون میگه ما حتی کسی که برای منافقین نان آورده بود، به تعبیر اونها منافقین یه گروه فریب خورده ای که حالا یک بخش خاصشون اقدام مسلحانه کردن، شما خب اونها رو گرفتید هر کاری، اون یه بخشی بحثی دیگه داره، ولی گروه عظیمی که حتی اینها از قبل دستگیر شده بودن، اینها محاکمه شده بودن، دوران محکومیت خودشون رو میگذراندند، اینها رو آوردن و از دم همه رو اعدام کردن، 30,000 نفر کشتن که از این 30,000 نفر شاید 10,000 نفرشون حتی دست به اسلحه نبرده بودن. و این وزیر اطلاعات اسبق میگه حتی اگر کسی نان برای اینها آورده بود، صبحانه برای اینها تهیه کرده بود، نون و پنیر آورده بود، ما اینها رو اعدام کردیم. اون مکتب را، این مکتب را، این رو ببینید، بخوانید این روش و منش رو، روش و منش امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با عایشه، با مروان، روش پیامبر رو با ابو سفیان، با دیگران و دیگران، ببینید که چگونه بوده است. تفاوت نه اینکه یه مقدار تفاوته، تفاوت از سنخ سیاهی مطلق با نور محض و مطلق است. خب من برسم به نامه ای رو که میخوام براتون بخونم، سندی که میخوام ارائه کنم، که وقت من به سرعت رو به انتها هست. این نامه ای که میخوام براتون بخونم نامه آیت الله سید مرتضی پسندیده، برادر آقای خمینی است. این نامه در تاریخ 25 شوال 1403 مطابق جمعه 14 1362 نوشته شده است. این نامه رو ببینید و خودتون قضاوت کنید که چقدر جنایت شده است از همون بد و انقلاب. بسم الله تعالی. ناله ها از هر سو به گوش میرسد و نفرینش به ارباب عمائم، یعنی عمامه ها، صاحبانی که عمامه دارن، عمامه به سرها، عالمی را گرفته است. بر اساس آنچه هر روز مشاهده می کنیم، ببینید این نامه رو اونجی که به دست ما رسیده، هیچ سلامی حتی نیست به برادرش، یعنی سلام نکرده به آقای خمینی. آیت الله پسندیده برادر بزرگتر آقای خمینی هست. بر اساس آنچه هر روز مشاهده می‌کنیم و آن چیزهایی که به گوش ما میرسد و خودمان احیاناً در جریان آن قرار می‌گیریم، مردم هر ساعت دست به آسمان دارند و آرزوی بازگشت اوضاع گذشته را می‌کنند. عنایت کنید این مطلب مال 1362 هست، یعنی 5 سال پس از گذشت این انقلاب، کمتر از 5 سال، چون 14 فروردین هست، حدود نزدیک 4 سال، در واقع 4 سال و چند ماه بعد از پیروزی انقلاب این نامه نوشته شده است که مردم دست به دعا برمی‌دارن و آرزوی حکومت قبلی رو می‌کنند. آیا ناله ها را شما می‌شنوید؟ با آقای خمینی برادرش میگه، یا ماشاءالله با حساری که به دور شما کشیده اند، شما هم حکایت آن چوپان را دارید که گرگ به گله‌اش زده بود، ولی او بی خبر مشغول دوشیدن میش مورد علاقه‌اش بود و هیچ از جای نجنبید تا لحظه‌ای که گرگ سراغ خودش آمد. اول میش او را به پنجه ای درید، بعد هم خودش را. روزی که در خمین به دستور حزب جمهوری، مراد حزب جمهوری اسلامی که مؤسسانش آقای بهشتی، آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای بودند، روزی که در خمین به دستور حزب جمهوری و با تمهید و توطئه‌ای که گمان ندارم به دور از اطلاع شما بوده، این نکته خیلی مهمه، یعنی حمله کردن به آیت الله پسندیده با اطلاع آقای خمینی، این نوشته خود برادرش هست، که گمان ندارم به دور از اطلاع شما بوده، امامه از سر من کشیدن و از هیچ اهانتی ابا نکردن، من ذره ای گلایه ندارم که روزگار جدمان پیش چشم بود. روزی که آن سید بیچاره را، منظور اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر، روزی که آن سید بیچاره را که فقط قصد خدمت داشت و خود شما صد بار گفته بودید از فرزند به من نزدیکتر است، با آن افتضاح از ریاست جمهوری خلق کردند و یک بدبخت بد عاقبت، یعنی رجایی که بعد از بنی صدر اومد،
و یک بدبخت بد عاقبت را که اداره یک کاروانسرا را هم از عهده اش بر نمی آید به ریاست جمهوری این مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردند. به شما گفتم، یعنی در اون روز به شما گفتم، این شیاطین قصد دیگری دارند و می خواهند از این عروسک برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند. اما شما به عوض گوش دادن به این حرفهای مصلحانه رو در هم کردید، یعنی اخم کردید، و حتی حرمت برادر بزرگتر را هم رعایت ننمودید. من که مثل عقیل ابن ابو طالب مال و جاه و مقام نخواسته بودم که شما حکم به داغ کردن دلم دادید و سر پیری اهانتی به من روا داشتید که در زمان شاه هم کسی جرأت اعمال آن را نداشت. عنایت کنید مسئول این جنایت رو خود آقای خمینی میدونه. آقای پسندیدی که به من اهانت کردن، امامه از سر من انداختن، مسئول این جنایت شما هستید و شما هم بی اطلاع نبودید علل قاعده. روزی که دستور دادید همه صندوق ها را به نام علی خامنه ای باز کنند، عنایت کنید این مهندسی انتخابات و تقلب و در انتخابات و عقبازی ها ریشه در همون ابتدای انقلاب داره. از همون اول انقلاب هرچی انتخابات مردم ایران، جوانان، هرچی انتخابات این حکومت برگزار کرده، عقبازی و کلک و شیره بر سر شما مالیدن بوده است. نامه آیت الله پسندیده برادر بزرگتره آقای خمینی هست، این هم لواط جاسوس اسرائیل و امریکا و مزدور اجانب و از این حرفا. الاعوذ بالله که چه تهمت های رکیکی میزنند این سردم میزنند این سردمداران حکومت ایران و شهر نمی کنند متاسفانه. روزی که دستور دادید همه صندوق ها را به نام علی آقا خامنه ای باز کنند، یعنی مهندسی همون انتخابات، من و دو سه آدم دلسوز که حداقل یکیشان یعنی شیخ علی آقا تهرانی، منظور برادر خانم آقای خامنه ای رهبر کنونی، 20 سال شاگرد خاص و مورد محبت شما بود، به شما نوشتیم که این انتخاب ایران را بر باد می‌دهد، گوش نکردید و حالا می‌بینید آنچه نباید میدادید. انتخاب آقای خامنه ای به ریاست جمهوری در کلام آیت الله پسندیده و همچنین آش خلی تهرانی این است که ایران را برباد میده، در حالی که ریاست جمهوری خصوصا اون قانون اساسی اولی اختیارات ریاست جمهوری بسیار محدود میدانست. وای به حال اینکه این آقای خامنه ای به رهبری رسید با این اختیارات مطلق، مطلق العنان، هر چه خواست کرد و ولایت مطلقه فقیه، این بدعت شوم و غیر قابل قبول رو تأسیس کرد که هم ولایت مطلقه خودش از اصل باطل، لا اقل در قاطبه، در نظر قاطبه علمای شیعه 99% علمای شیعه قبول ندارن، خیلی اندک و اندک شمار ولایت مطلقه رو مطرح کردن، اونم به شکل صناعتی و نظری و تئوری، نه اینکه در عالم عمل بیان اون رو پیادش کنند. و دومی که اصلا فقیه نبود کسی که این ادعای ولایت رو کرد. به صریح کلام و نامه آقای خمینی، آقای خامنه ای منصبی رو غصب کرد به دروغ، هم به دروغ ادعای ولایت مطلقه کرد، هم به دروغ که مجتهد و فقیه نبود این منصب رو اشغال کرد. آقای آیت الله پسندیده میفرمایند که تو این نامه که آنچه ایران را برباد میدهد گوش نکردید و حالا میبینید، یعنی آقای خامنه ایران را برباد میده. سال 62 این نامه نوشته شده. این تکرار میکنم من، چون بعضی از افراد ممکنه الان تلویزیون روشن کرده باشن. این نامه آیت الله پسندیده هست، برادر بزرگتر آقای خمینی، با آقای خمینی سال 62. این همه خونها ریخته شد، این همه جنایات وقوع پیدا کرد که از ذکر آن به خود می لرزم که مبادا قطره ای از این خونها به سبب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد. فقط برای این که شما به جای گوش سپردن به آنها که به اسلام و هم به ایران علاقمند بودند، گوش به شیاطین دادید. یعنی چی؟ یعنی آقای خمینی به تعبیر و به قضاوت آیت الله پسندیده پیرو شیطان شد. این تصریح کلام ایشون هست، توضیحش با خود شما. شما چگونه بر مسند ولایت می نشینید؟ آدم های بدنامی مثل رفسنجانی و مشکینی و جلادانی مثل آن شیخ بدکار گیلانی و موسوی تبریزی و ده ها و ده ها آدم خبیث و بدعهد را
قدرت و مقام میدهید. آن وقت سادات عالی قدری را مثل حاج آقا حسن قومی، سبت آن افتخار ازلی تشیع حاج آقا حسین قومی تا به فراه و آقای حاج سید کاظم شریعت مداری، مرجع بر حق شیعه، مرجع بر حق شیعه مولا علی را به آن خفت خانه نشین می کنید و مرجعیت را از آنها سلب می کنید. از آنها که خود با اشک و ناله های من بیست سال پیش حکم مرجعیت شما را امضا کردند و به شاه دادند تا از توهین و آزار شما ممانعت شود. آیت الله پسندی میگه من رفتم پیش همین مراجع تقلید، پیش آقای شریعت مداری، پیش دیگر علما رفتم، التماس کردم، گریه کردم، حکم اجتهاد شما را گرفتم که شاه متعرض نشه، چرا که در قانون شاه که شما او را طاغوت میخوانید تعرض به مجتهد و فقیه ممنوع بود، ولی شما تعرض به مجتهد و فقیه نه تنها کردید بلکه تعرض به مرجعیت شیعه کردید، نه یک مرجع مراجع تقلید شیعه رو خانه نشین کردید و این همه جنایات به یاد ماندنی را برای خود به ارمغان گذاشتید که لعنت و نفرین ازلی برای شما سردمداران حکومت ایران خواهد بود. ادامه نامه رو عنایت کنید. شما خوب بهتر می دانید که من از ابتدا با مداخله روحانیون در امور کشوری و لشکری مخالف بودم و به شما گفتم وقتی ما مصدر کار شویم اگر کارها مطابق خاص مردم نباشد همه نفرت متوجه ما خواهد شد و در نهایت اسلام ضرر خواهد دید. آیا امروز نتیجه ای به جز این حاصل شده است؟ این مردمی که در راه اسلام از جان می گذشتند و در زمان شاه از فکولی و بازاری و دانشجو و زن و مرد شعائر دینی را محترم می داشتند امروز نه به دین توجهی دارند و نه برای شعائر دینی ارزشمند. این مال سال 62، ایشون سال 75 فوت کرده، الان سر از قبر بیرون بیاورد گرچه میبینند مردگان اشراف دارند به این دنیا. ببینید اگر اون روز توجهی به دین نبوده، شاعر دینی بی ارزش شده، وای به حال امروز ما. عاقلان میدانند و میبینند. آنها میگویند اگر دین این است که اولیاء جمهوری اسلامی اعمال میکنند بهتر است که ما کافر باشیم و اصلا اسم مسلمان روی ما نباشد. با سیاست‌های غلط جمعی منبری و مدرس که از اداره خانه خودشان هم عاجزند امروز ایران به نهایت ذلت و خاری در دنیا افتاده است. حتی یک دوست برای ما باقی نمانده است. من با چند روحانی شیعه پاکستانی اخیراً حرف می‌زدم. آنها از وضع ایران گریه می‌کردند و می‌گفتند در کشور ما سابق شیعه مقام و ارزشی داشت، ولی حالا تا ما اسم شیعه را می‌آوریم می‌گویند لابد مثل ایران. آقای حاج آقا صدر به من میگفت مردم لبنان که در غیبت آقا موسا صدر چشم به ایران داشتند امروز خیلی از ما زده شده اند. این چه معنا دارد که ما اسلحه را از اسرائیل بخریم و بعد از جنگ با اسرائیل و تحریر جنوب لبنان سخن بگوییم؟ ببینید اینا میگن دشمن اول ما صهیونیستا و اسرائیل هن. به تصریح کلام آیت الله پسندیده اینا از اسرائیل اسلحه خریدن. بنده سند این مطلب رو در جای دیگه در وقت دیگه برای شما خواهم آورد که خودم شاهد بودم. در زمان جنگ بنده سرباز ارتش ایران بودن، در جبهه 20 ماه خدمت کردم در جنوب، در منطقه شلمچه، در بین اهواز و خرمشهر. من مشاهداتی خودم دارم و بعد مطالبی خاطراتی هم دارم در این زمینه و سند برای شما ارائه خواهم کرد که ایران از اسلحه در زمان و در بحبوعی جنگ از اسرائیل خرید. خب اینم لابد جزء خودهاییست که آقای خمینی گفتن ما خودعه کردیم، آنچه در فرانسه گفتیم خلاف اون رو در ایران کردیم، ما نیز خودعه کردیم. اینم یکیش دیگه، اسلحه از اسرائیل بخرند، با یک جنگی رو راه بیندازن 8 سال، دو ملتی رو به خاک و خون بکشانن و بعدم مرگ بر اسرائیل در خیابون پرچم آتش بزنن. بسیار خوب، این به هر حال یک سیاستی است. بگذاریم، داریم نامه آقای آیت الله پسندیده رو میخونیم که تا به اینجا رسیدیم که از
ما از اسلحه از اسرائیل بخریم و بعد از جنگ با اسرائیل و تحریر جنوب لبنان سخن بگوییم. بنده در مورد جنگ و مسائل آن حرف نمیزنم که خود مثنوی 70 من کاغذ است. فقط میگویم آیا به گوش شما نمیرسد که بعضی از نور چشمی ها چه دست اندازی ها به بیت المال مسلمین به اسم جنگ و کمک به جنگ زدگان کردند. بیش از 3 ماه است بنده برای دیدن شما وقت خواستم ولی دفتر شما مرتب میگویند وقت ندارید. آن وقت هر روز ملای فلانده و دادستان بهمان و دادستان بهمان قصبه را هر روز ملای فلانده و داستان و داد و دادستان بهمان قصبه را به حضور میپذیری. یعنی فلانده و بهمان قصبه رو، دادستانش و ملاش رو شما خلاصه مطلب به حضور میپذیرید، چون لابد به جز مدح و ثنا نمیگویند و بدبختانه شما و بدبختانه شاید چون خداوند تبارک به لسان مدداهی چون لابد به جز مدح و ثنا نمیگویند، لذا اونا که مدح و ثنا میکنند شما اونها رو میپذیرید و بدبختانه شاید چون خداوند تبارک به من لسان مدداهی نداده حتی باید از برادر خود محروم بمانم. بنده گمان دارم که با ارسال این نامه لابد تضییقات و گرفتاری ها برای ما بیشتر خواهد شد، ولی چون چند روزی است که حس می کنم هر لحظه ممکن است حق تعالی آرزویم را اجابت کند. یعنی برادر آقای خمینی از اون وضعیتی که سال 62 این نامه را نوشته آرزوی مرگ کرده از خدا، آرزوی مرگ کرده از خدا، میگه من این آرزویم را حق تعالی اجابت کند و اجازه ترک این جهنم فانی را مرحمت فرماید. لذا به عنوان وصیت یا توصیه و یا خداحافظی برادری با برادرش این جملات را نوشتم. شما وصیت نامه می‌نویسید و بعد از خود جانشین تعیین می‌کنید، پس چرا یک بار اسمش را نمی‌گذارید سلطنت اسلامی به جای جمهوری؟ مگر رسول اکرم جانشین توی وصیت نامه تعیین کرد؟ این معلوم میشه اون وصیت اولیه رو آیت الله پسندیده اطلاع داشته، چون اگر شما خاطرتون باشه وصیت رو ایشون اصلاح کردن آقای خمینی وصیت نامه خودشون رو، تو اون وصیت نامه اولی اسم هم آورده بوده که چه کسی بعد من باشه. اسمم نباشه، این خاطراتی رو که آقای رفسنجانی از ایشون گفت مثل اسم آوردنه، یعنی همون تعیین جانشین، همون سلطنت. خب به جز این که میگه مگر رسول اکرم جانشین توی وصیت نامه تعیین کرد، به جز این که مولا علی را که معصوم و منتخب الهی بود به مردم عرضه داشت. شما کدام معصوم را در اطراف خود شما کدام معصوم را در اطرافتان میبینید؟ شیخ علی مشکینی را که کراهت نفس او کاملا از منظرش هویداست، بلکه کدام معصوم را دیده اید؟ 14 قرن مردم تشخیص میدادند که کدام مرجع اعظم است و کدام یک از علما قابل احترام و اعتماد. حال روزنامه ها یک روز شیخی را آیت الله العظما می کنند و دیگری را افقه الفقها. آن شیخ گیلانی جلاد آیت الله می شود و دست دست سقط الاسلام و حجت الاسلام از کارخانه حکومتی بیرون می آید. اسمش را هم گذاشتند حکومت جمهوری اسلامی و مسرورید که حکم خدا را در زمین جاری کردید. خوشا به سعادت آنها که همون روزهای نخست رفتند و این روزها را ندیدند. من نیز دیر یا زود می روم، تنها وحشت من برای شماست. خداوند همه را به راه راست هدایت کند. در این نامه نه سلام میکنه به آقای خمینی، نه خداحافظی میکنه و نه و السلام علیکم میگوید. خداوند همه را به راه راست هدایت کند، یعنی از دید آیت الله پسندیده در راه راست نیست آقای خمینی. تاریخ این نامه 25 شوال 1403 قمری هست، مطابق 14 فروردین 1362 و یعنی این نامه حدود 6 سال و 1 ماه قبل از فوت آقای خمینی نوشته از طرف آیت الله سید مرتضی پسندیده، که آیت الله پسندی البته 22 آبان 1375 فوت کردند در سن 10 سالگی. برنامه من وقتش گذشت، ببخشید. باز تا اونجایی که میتوانید صدای مظلومیت عالم مجاهد آیت الله سید حسین شیرازی را به اقصی نقاط عالم برسانید و رسوا کنید ظالمین را بیش از پیش.
و برای سلامتی ایشون و همچنین برای نجات سریعتر از ایشون، نجات سریعتر ایشون دعا کنید، استغاثه کنید. جلسات دعا فراوان در اقصی نقاط عالم برپا شده است. شما هم نیز از این غافله دعا کنندگان و دفاع از مظلوم عقب نمانید. اللهم عجل لولیک الفرج و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.